بدهی عمومی ایتالیا در وضعیت قرمز پررنگ. بانک مرکزی ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد بدهی عمومی این کشور در ماه ژانویه سال جاری میلادی به 2603 میلیارد یورو افزایش یافت و رکورد جدیدی به جای گذاشت. بر اساس این گزارش بدهی دولتی ایتالیا در ماه ژانویه گذشته نسبت به ماه پیش از آن به میزان 34 میلیارد یورو بیشتر شده است. در همین حال اتحادیه کسبه و مشاغل آزاد در ایتالیا اعلام کرد قرنطینه جدید در این کشور و تعطیلی مجدد کسب و کارها روزانه 80 میلیون یورو به مغازه ها و شرکت ها زیان وارد می کند. Adesso ormai è da tanto che tiriamo fuori, non siamo più senza soldi. تعطیلی دراز مدت کسب و کارهای ما را با مشکلات شدید معیشتی روبرو کرده و دیگر قادر به تامین هزینه زندگیمون نیستیم. کرونا بسیاری از فعالیت‌های خرد و کلان را ورشکست کرده. دولت باید به ما کمک کند. دولت ایتالیا از 10 روز پیش دو سوم این کشور را در قرنطینه 3 هفته‌ای قرار داده است. اتحادیه کسب و مشاغل آزاد در ایتالیا زیان مالی ناشی از تعطیلی کسب و کارها را برای 4 ماه نخست سال جاری میلادی 9 میلیون و 500 هزار یورو برآورد کرده که از این مبلغ بیش از 3 میلیارد یورو اون در بخش خرده فروشی و بیش از 5 میلیارد یورو اون مربوط به بخش گردشگری خواهد بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.